خوشنویسی ایرانی ثبت جهانی شد. وقتی این خبر رو میخونیم خیلی خوشحال میشیم. اما وقتی وارد جزئیاتش میشیم میفهمیم که این تیتر چه دروغ که خب نه ولی چه شیطنت خبری داره. سلام، من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. 25 آذر 1400 یعنی دقیقاً دو روز قبل خبرگزاری صدا و سیما تیتر میزنه که خوشنویسی ایرانی ثبت جهانی شد. منم خوشحال و شاد و خندون رفتم خبر رو خوندم و در پوست خودم هم نمی گنجیدم. ولی بعد که متن خبر رو خوندم، اصلا بیایید با هم بریم پای سیستم و خبرها رو با هم مرور کنیم. خب بعد از تیتر میبینیم که نوشته برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران به عنوان 17 عنصر فرهنگی ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. و بقیه سایت‌های خبری رو هم که چک کنیم دقیقاً با همین تیتر و تقریباً با همین متن مواجه میشیم. واسه اینکه ببینیم داستان دقیقاً چیه، وارد سایت خود سازمان جهانی یونسکو میشیم. خب میبینیم که خبری که در تاریخ 16 دسامبر منتشر شده که 43 عنصر جدید از سرتاسر دنیا در میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده، که اگه بیایم پایین‌تر نام ایران رو میتونیم اینجا ببینیم. تو این قسمت میگه که برنامه ملی حفاظت از هنر سنتی خوشنویسی در ایران ثبت جهانی شده و هیچ حرفی هم از ثبت خود خوشنویسی در میون نیست و این برنامه‌ای که انجام شده رو شایسته تقدیر میدونن. اما داستان وقتی جالبتر میشه که توی همین سایت میبینیم 16 تا کشور با هم یک پرونده به نام خوشنویسی عربی، دانش، مهارت و عمل رو به یونسکو ارسال کردن که در نهایت این پرونده به اسم همه اونها تایید شده. حالا اگه توضیحات این بخش رو هم بخونیم میبینیم که دقیقاً هنر خوشنویسی عربی رو توصیف میکنه و ربطی هم به برنامه حفاظتی از این هنر نداره. یعنی عملاً خوشنویسی عربی به نام این کشورها ثبت جهانی میشه و نامی هم از هنرمندان ایرانی که توسعه دهنده خوشنویسی توی جهان اسلام بودن برده نمیشه. میر عماد، میر علی تبریزی، علیرضا عباسی و میر علی هروی بخش کوچکی از هنرمندانی هستند که توی این زمینه فعالیت داشتند. این نکته رو هم بگم که ترکیه هم پرونده‌ای به اسم حسن خط، هنر سنتی خوشنویسی اسلامی رو به نام خودش ثبت کرده. ترکیه که سالهاست رسم الخط خودش رو هم تغییر داده. من نمیگم که نباید ترکیه این کار رو بکنه و یا خوشنویسی باید به اسم ایران ثبت بشه و یا کشورهای عربی نباید به تنهایی این هنر رو به نام خودشون ثبت کنن. ولی به قول یکی از دوستان، اگه مسائل سیاسی در کار نبود و اگه بخوایم عادلانه نگاه کنیم، باید این پرونده به عنوان خوشنویسی اسلامی به نام تمام کشورهایی که خوشنویسی میکردن از جمله ایران، افغانستان و ترکیه و بقیه کشورهای عربی ثبت میشد. به هر حال ثبت همین برنامه پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران هم توی یونسکو قدم بزرگیه و ارزش کمی هم نداره و باز هم قابل تقدیره. گرچه فکر میکنم تایید این پرونده بیشتر به خاطر این بود که ایران به ثبت خوشنویسی عربی اعتراضی نکنه. حتی نمیدونم، واقعا شاید کلن برداشتم از این خبرها اشتباه بوده که امیدوارم واقعا همینطور بوده باشه. به هر حال لطفاً اگه اطلاعات تکمیلی توی این زمینه دارید توی نظرات واسمون بنویسید و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدارتون.